سلام و درود رفقا رفقا داخل این ویدیو امروز قرار یه گولد فارمی رو یاد بدم بهتون داخل سیزن آف دیسکاوری که ساعتی 150 سا هزار تومن تا 200 هزار تومن میتونید در بیارید اگر من خودم یه فارمر بودم حتما حتما بین سیزن اف دیسکاوری و کاتوکیلیز در حال حاضر سیزن آف دیسکاوری رو انتخاب میکردم و حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که بسیار گودفارم راحتی هستش اما در این حال بهترین گودفارمی هستش که شما میتونید الان انجام بدید اسپانسر این ویدیو چنل عوستان هستش که با بالاترین قیمت گل رو ازتون میخره و با پایین ترین قیمت محصولات بیریزار به علاوه اگزیلک و سایر محصولات دیگه رو بهتون میفروشه نعوه تصفیه کردنشون هم دوستان خیلی سریع هستش اگر میخواید آنی بفروشید زیر یک دقیقه پول واسهتون کار به میشه و اگر میخواید با اوردر بفروشید زیر 8 ساعت حتما حتما پول واسهتون کار به میشه لینک دیسکوردشون داخل دیسکریپشن هست حتما دوستون به چنلشون سر بزنید رفقا گولد امروزی که من میخوام بهتون بگم ربط داره به ایونت پی وی ایه و ایونت پی وی ای همین نایتمر اینکرژن اگر اسمش رو درست گفته باشم که احتمالاً درست گفتم و نه کن رفقا این ایونت رو اگر شما نمیدونید چه جوری هست چه جوری نیستش من ویدیویی که آخر واسهتون میذارم رو حتما حتما نگاه کنید و داخل اون کاملا توضیح میدم که چه ادانی واسهش نیاز داخل بخش دومش مخصوصا دو و داخل بخش, بخش اولش هم کامل توضیح میدم که این ایونت در کل چه جوری هستش چه جوری نیستش اوکی رفقا دقیقاً قضیه چیه قضیه نسبت به این ایونت این هستش که رفقا شما وقتی که لولتون مکس میشه از کوستا بیشتر گلد میگیرید اینو هم همتون شنیدید که آقا کوستا رو نزنید که لولتون مکس بشه بعدش برید یه سری کوستای اوپن ورلد رو انجام بدید که گل زیادی در بیارید این حرف حتما شنیدید و این دقیقا داخل همین ایونت هم کار میکنه و شما توجه داشته باشید که وقتی دارید لول اپ میکنید با این ایونت گل کمتری ای از کوستا میگیره تا وقتی که لول مکس هستید و این ایونت رو میخواید انجام بدید پس شد رفقا الان فکر کنم فهمیدید که من میخوام چی بگم رفقا نه کنه شما باید یه گروپی جمع کنید و این ایونت رو داخل لول مکس بزنید حالا اتفاقی که پیش میاد و چیزایی که من باید بهتون بگم این هستش که رفقا شما فقط میتونید با ایونت هینتر هایلند پول خوبی در بیارید چقدر پول در میارید چقدر گل در میارید اگر گروپتون خیلی خوب و عالی باشه ساعتی بالای 130 گل 140 گل 120 گل در میارید اگر گروپتون معمولی باشه 90 گل تا 100 گل در میارید این که شما کوسه که مثلا باید بکشید و کوسه که باید ابجکتیو هستن در واقع فقط باید برشون دارید و از این حرفو اون دیگه بزنید دیگه اونم باز بس دیگه به گروپتون داره پیشنهاد من این هستش که فقط کوسه رو بزنید که ابجکتیو هستن و فقط باید مثلا برشون دارید اوکی و کاری که شما باید انجام بدید این هستش فقط شما باید ایونت پی ای هینتر بزنید کینتر هایلند کجا هستش داخل مپ استن کینگدم هستش کافیه که لولتون مکس باشه و کاراکترتون حالا هر رولی که هستش باید بیاید داخل این ای که اینجا هم پورتالش هستش اینجا بیاید کوستشو بگیرید و شروع کنید به کوستشو زدن حتما حتما رفقا کوستشو با گروپ بزنید همونطور که داخل ویدیو توضیحات این ایونت بهتون گفتم وقتی که این کوستا رو هر چی شما سریعتر بزنید گلی هم که در ساعت در میاره بیشتر هستش پس بنابراین سعی کنید که گروپ درست حسابی بگیرید جمع کنید یا اگر دارید جونی گروپی میده سعی کنید حتما حتماً گروهی که دارید بهش میدید گروپ درست حسابی باشه سعی کنید که یکی از نکاتی که من میتونم بهتون بگم که فقط یکی از نکات هستش در واقع این هستش که رفقا سعی کن فقط آدمایی رو اینوایت بده که لولشون مکس هستن و مطمئن هستید که آقا گیرشون خوبه و تنها دلیلی که دارن میان این ایونت میزنن واسه رپوتیشن این ایونت هستش چرا که شما رفقا وقتی که این ایونت میزنید واسه گولد فارم یعنی شما این ایونت رو میزنید در واقع کوسشو میگیرید میرید می کامپلکت میکنید بعد میاید تعویض میدید گولدشو میگیرید دیگه این میشه گولدی که شما در ساعت در میارید چه اتفاقی کنار همچین چیزی میفته شما اگر بیاید داخل اطلس رود قسمت فکشنز و بیاید قسمت امرالد واردنز این قسمت شما میتونید رپوتیشن این ایونت رو در واقع شما ببینید منی که الان فقط فقط اومدم این ایونت رو لول اپ باش کردم ریورت شدم و کافیه که 210 تا کوست تحویل بدم یعنی حد اکثر 210 تا کوست اینو اشتباه نگیرید حد اکثر 210 تا کوست تحویل بدم تا اینکه من اگزالتد بشم بنابر این گولد فارم با این کوست شما هر چقدر ریپورت بشید در واقع اصلا ریپورت نمیشید ولی اگر ریپورت بشید ارزم حضورتون اصلا بنی نداره و یکی از بهترین روش های فارمی هستش که الان داخل سیام شما میتونید انجام بدید به دلیل اینکه وقتی که شما این ایونتو دارید میزنید فقط به خاطر گلد نیست یعنی اصلا میتونید فرد پس فردا یعنی بیلیزور به شما کاری نداره چون شما دارید این رو انجام میدید به خاطر اینکه مثلا میگم برید مثلا رپوتیشنتون رو با این ایونت اگزالتد کنید تازه اگزالتد کنید کلی گیرای هم میگیرید واسه فیز بعدی سینام پس شما با انجام این گولد فارم چند تا تیر میزنید با یک نشون درست رفقا شما درصد بنتون میاد پایین به دلیل اینکه وقتی که دارید این ایونتو میزنید رپوتیشنشون رو دارید میارید بالا و رفقا اون درصد بنی که فروش گلدتون داره و من کاری ندارم و اوکی فقط درصد بن فارم کردن رو دارم میگم و در سبب که شما جایی که با تو دارم فارم میکنم شما فارم بکنید و مثل تو ریپورت بشید و از این داستانا نه اون همچین چیزی خیلی در پایین هستش و از این لحاظ فارم واقعا عالی هست تا داخل اف دیسکاوری در حال حاضر و یه خوبی های دیگه هم که داره شما با گروپتون این در واقع این کوسر رو میزنید به دلیل اینکه حوصلتون سر نمیره با اینو صحبت میکنید و میتونید به راحتی گوش بدید بشینید پله بدید به برخ... خاطر اینکه به شدت کوسر راحتی داره اونایی که تجربه شده میدونن دارم چی میگم و نکته سوم و خوبی سوم میشم این هستش که شما وقتی که این ایونت رو دارید میزنید رپوتیشنتون بالا میره رپوتیشنتون بالا بره همونطور که گفتم بهتون میتونید کل گیرای خفن بخرید واسه خودتون برای فیز بعدی سینام یعنی یعنی الان من رو ببینید همین الان که فقط فقط با این ایونت لول کردم کلا فول ست شدم همین الان هر ریدی که بخوام منو راه میدن و یه دونه تو هم گرفتم واسه رد پالادینم یا واسه این تو هانسور واسه کتو و نمیدونم بیر درویدم هستش و ازم حضورتون کلا ایونت همه جوره ایونت خوبیه واسه انجامش هم شما در واقع گل خوبی در میارید یعنی بهترین گلد فارم در حال حاضر این هستش درصد بن پایینی هم داره همین که شما کنار شپوتیشن بالا می میبرید که جیراتون رو بگیرید خوب کنید یه سوال دیگه تونم باید بهتون جواب بدم که خیلی از من پرسیده میشد این هستی که آقا چیجوری ما اصلا به این ایونت جوین بدیم نه کن رفقا شما داخل لوکینگ فور گرو و ورد باید جوین بشید چطوری باید جوین بشید این گزینه رو میزنید گزینه اد رو میزنید اول اینجا مینویسید ورد و کانال ورد واسهتون اضافه میشه و به راحتی روش کلیک چپ کنید و میتونید توش تایپ کنید یا اینکه اون کسایی که اینجا در واقع یه سری ال اف ام میزنن میتونید وایس پرشون کنید و به گروهشون جوین بشید و همچنین گزینه لیکوینگ فور گروپ هم باید واسه خودتون بگیرید اضافه کنید روی این چنل کلید راست بزنید بیاید قسمت سeting بیاید قسمت گلوبال چت و این لوکینگ فور گروپ رو تیکشو رو بگیرید فعال کنید که در واقع این چتش واسه شما بیاد اگرم جوین نیستید اینجا به راحتی میتونید گزینه جوین رو بزنید که به اون چیزی که به اون چنلی که میخواید جوین میده در واقع جوین بدید که بتونید سریعتر جوین گروپ ها بشید حالا چه گروپ هایی هست که شما باید جوین بشید اینجا اگر دقت کنید زده ال اف ام آشن ول نید دی پی اس مثلا 4 از 5 این الان دی پی اس میخواد واسه ایونت نایتمر اینکرژن داخل آشنول مثلا اگر شما خواستید اینو جوین بدید برات میتونید جوین بدید ولی خب در واقع این آشنول هست شما باید بگرده دنبال ال هینتر هایلند اینس مثلا حالا نید هیلر مثبت دی پی اس مثلا همچین چیزی شاید یکی بخواد به یه دونه استار هم اینجا بزنید ستاره هم میره و پیامتون در واقع مثل این آقایی که در ویدیو سام داره میفروشه بیشتر دیده میشه حالا عرضم به حضورتون که آره دیگه خلاصه اینطوری بود نوه جام کرده چه نکته دیگه هم که بعد بهتون میگن که یه سری از یکی از بدیاش از در واقع داخل بعضی از سرورها این است که رفقا من تو جایی که داشتم ایونت اینتر رو اعلام نمیزم ندیدم و امیدوارم که هوردایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن بتونن بتونن گروهی کنن که این ایونت رو به راحتی بزنن و امیدوارم که آلیانس اونا رو اذیت نکنن و امیدوارم که شما مثلا میگم مثلا میگم داخل یک رلم مثل کروسیدر استرایک باشید که بتونید به راحتی داخلش این ایونت رو فارم کنید و هیچ مشکلی واسهتون پیش نیاد شما شنیدم بالاخره کروسیدر استرایک یکی از رلم های خوبی هستش که شما میتونید داخلش این ایونت رو انجام بدید و یه سری از رلم های پی وی ای دیگه هم این خوبی رو دارن ولی خب داخل لیوین فلیم آلیانس حداقل من ندیدم هیچ خوردی بیاد این ایونت رو بزنه در کل اگر هورت هستید امتحانش سری نداره و امیدوارم که اگرم هورت هستید بتونید این فرم رو انجام بدید خلاص که رفقا این بود از بهترین گلد فارمی که شما میتونید در حال حاضر داخل سیام دیسکوری انجامش بدید امیدوارم که از این گلد لذت کافی رو برده باشید حتما به چند دیسکورد اسپانسر من جوین بشید اگر جوین بشید رفقا به حمایت بزرگی از اسپانسر من و از من میکنید خلاص که به دیسکورد منم میتونید جوین بشید دمتون گرم به خودتون باشید و تا ویدیو بعدی امیدوارم که چیزی رو جا نذاشته باشم و فعلا بدرود